سلام، من عباس کریمی ریزی هم، دانشجوی دکترای علم شبکه در دانشگاه آلتو، لیسانس و فوق لیسانس هم فیزیک بوده، فیزیک سیستم های پیچیده از دانشگاه بهشتی. کاری هم که الان میکنم بهش میگن پدیده های بحرانی روی شبکه های پیچیده یا پدیده های بحرانی شبکه های پیچیده. خیلی وقت میخواستم بیام راجع به این حرف بزنم که یعنی چی این کلمه، چرا من دارم این کارا میکنم، چرا علاقه من شدم. شاید این قصه برای بعضی ها یکم هیجان انگیز باشه. دنبال بهونه میگشتم تا اینکه چند وقت پیش بالاخره ما دوتا از کارهای خیلی مربوط به این زمینه رو گذاشتیم روی آرکایو. یکیش اون مقاله کانتکت ریسینگی بود که خیلی مسئله کاربردی و اپلایدی بود، یکی هم مقاله که تازه گذاشتیم روی آرکایو به اسم Directed Percolation in Temporal Networks. قبلش من یکم مقدمه بگم که اصلا این پدیده‌های بحرانی یعنی چی و چی شد که من علاقه‌مند شدم. گاهی وقتا موقعی که مثلا داریم مثلا کار علمی میکنیم، یه موقع یه درسی و یه موضوعی و با یه چیز آشنا میشیم و میگیم آها این خیلی خوبه. یعنی مثلا من توی لیسانس گفتم من کیهان‌شناسی دوست دارم، ذرات بنیادی دوست دارم، کوانتوم دوست دارم، اینو همه رو دوست داشتم، ولی یه دفعه جایی تصمیم گرفتم که نه، من اینو دیگه خیلی دوست دارم و میخوام براش وقت و انرژی و عمرم رو بذارم، عمر علمی حداقل. و این اتفاق زمانی افتاد که من دوره کارشناسی ارشدم شروع کردم توی فیزیک سیستم های پیچیده و یه درسی داشتیم به اسم پدیده های بحرانی. اونجا یه کتابی بود که به نسبت هم قدیمی بود از آقای گولدنفلد و من توی اون درس فهمیدم اون چیزی که سالیان سال دوست داشتم دنبالش کنم و همه اون کلمه های هیجان انگیز ذهنم مثل یه تسبیح اومده بود انداخته بود کنار هم، این درس پدیده های بحرانی. مثلا من فهمیدم که من باید برم سمت کریتیکال فنومنا. خلاص خیلی برام هیجان انگیز بود و همش افسوس میخورم که ای کاش این کتاب توی لیسانس خونده بودم، خصوصا که کتاب گولدنفلد کتاب زیاد سطح بالایی نیست و خیلی بیشتر دیسکریپتیو، خیلی توضیحیه و اونقدر سخت نیست برای دنبال کردن و حتی خیلی هم خوب نوشته شده. شاید نتونید عمقش رو درک کنید ولی میتونید دنبال کنید. برای همین فهمیدم خیلی پدیده‌های بحرانی علاقه دارم. حالا توضیح میدم که چیه. ولی قبلش چون پدیده‌های بحرانی مسئله نیست که اونقدر مثلا 5 سال 10 ساله که مطرح شده باشه، بالاخره مردم سالیانی یکی دارن بهش فکر میکنن، برای همین وقتی شما توی مسئله پژوهش قرار میگیرید دیگه اون داستان آموزش متفاوته. چیزایی که تو کتاب درس نوشته دلیل نداره مسئله پژوهشی روز باشه. به همین خاطر نزدیکترین جایی که من میتونستم براش یه جای پژوهشی پیدا کنم تونم روش کار کنم روی همین سیستم های پیچیده و خصوصا شبکه ها بود و به لطف خدا امروز جایی هستم که میتونم با خوشحالی زیادی بگم کارم شبکه های پیچیده است و موضوعش هم پدیده های بحرانی روی این شبکه ها یا برای این شبکه ها. حالا پدیده بحرانی یعنی چی؟ این یک کلمه خیلی خاص و تکنیکال توی فیزیک، یعنی کلمه فنی و معناداری. کریتیکال پوینت مثلا شاید شنیده باشین توی فیزیک، شما دارید آب رو داغ میکنید به 100 درجه که میرسه میگن رسید به نقطه بحرانی و توی این نقطه بحرانی دیگه آب نمیمونه، یه ذره بیشتر داغش کنید میشه بخار و اصطلاحا ما میگیم سیستم گذار فاز کرده از فاز مایع به فاز گاز. یا شما آهنو اگر گرمش کنید خاصیت مغناطیسیش رو از دست میده و ما میگیم گذار فاز مثلا فرومغناطیس به پارامغناطیس. یا مثلا شما گذار فاز ابررسانایی دارید یا هزار جور گذار فازهای مختلف که شما یک سیستمی دارید توی یک فازیه و بعد در یک جایی که خیلی بحرانیه تبدیل میشه به فاز دیگه. چرا حالا میگیم بحرانی؟ اگر ترمودینامیک خونده باشید و آشنا باشید با مثلا اینجور تعابیر، ما یک چیز داریم اسم انرژی آزاد، فری انرژی، که ترکیبی از انرژی درونی و آنتروپی و دماست. مثلا یه فرم سادش نه که میسیم F مساوی U منهای T S، U انرژی درونی، T دما S آنتروپی، و این یک جورایی تقابل کمینه کردن انرژی و بیشینه کردن آنتروپی و برای سیستم های ترمودینامیکی داره. خب این تابع انرژی آزاد تابع تحلیلیه، آنالیتیکاله و در نقاطی یا در مکان هندسی های مختلفی مثل یک خطی، مثل یک خمی، مثل یک صفحه یا هر چیزی تو هر بعدی میتونه این تابع تحلیلی بودنش از دست بده.
اون نقطه هایی که تابع انرژی آزاد تحلیلی نیست و ما میگیم نقاط بحرانی، کریتیکال پوینتس، و اتفاقاتی که توی اونجا میفته رو بهش میگن کریتیکال فنومنا، پدیده های یا اتفاقات بحرانی. خیلی چیزای هیجان انگیز رخ میده. برای شخص من چرا هیجان انگیزه؟ من همیشه مسائلی دوست دارم که از یک طرف ریاضیات خیلی جالبی داشته باشه، از یک طرف بشه کار محاسباتی توش کرد، و در نهایت فیزیک و قصه پشتش زیبا باشه. من بارها گفتم که کلمه هیجان انگیز و زیبا کلمه های علمی نیستن، اینا حس ما هست. برای همین دارم میگم که این قصه برای من اینجوری بوده. یکم راجع به ریاضیش حرف بزنم. مثلا ما میدونیم که سیستم ها وقتی من توی این نقاط بحران قرار میگیرن یک سری تقارن های عجیبی از خودشون نشون میدن. مثلا میگیم که سیستم در نقاط بحرانی دارای ناوردایی همدیسه، این کانفورمال اینوریانس وجود داره. این یه نوع تقارن خیلی عجیبیه که در حقیقت سه تا تقارن تو دلش جا داره. من نمیخوام زیاد راجع به جزئیات اینها وارد بشم اینها، ولی خیلی هیجان انگیزه که نشون دادن این مسئله که گذار فازها واقعا دارای این تقارن هستن و همدیس ناوردایی توشون دیده میشه. این یه مسئله که سالیان سال ریاضیدونا داشتن روش کار میکردن، 50 سال بوده که مردم هی این تکنیک اون تکنیک رو زدن، و به تازگی یک مقاله منتشر شده که واقعا انگار نشون دادن که این همدیس ناوردایی وجود داره توی سیستم های مختلف. و این خیلی جالبه، ریاضیات پشتش و قصه پشتش. به آدم هایی که این پشت بودن، پشت ریاضی مثلا بودن، مدال فیلز دادن، یعنی یه چیزی مثل نوبل توی ریاضی. و این نشونده که ریاضیات داستان خیلی هیجان انگیزه و خیلی جالبه و خیلی آدم ذوق میکنه، مثلا رفتارهای فرکتالی میبینه، فلان میبینه، بیسار میبینه، خیلی جالبه. این کوانتا مگزین هم اخیراً یه مطلب خیلی خوبی نوشته راجع به این مسئله ریاضی و نشون دادن همدیس ناوردایی توی گذار فازها، و میتونید ببینید. برای همین برای من نوعی که خیلی دوست دارم و برام این چیز هیجان انگیزه، از یه طرف ریاضیاتش جالبه، لزومی نداره خودم اون ریاضیاتو کامل دنبال کنم به عنوان کار پژوهشی، ولی چون دوست دارم بهم انرژی میده، بهم ذوق میده، و حتی میتونم یه سرکایی هم بکشم برم و برگردم. از اون طرف مسئله سخته، اما خب روش‌های محاسباتی جالبی داره. و مثلا ما توی این مقاله دایرکتد پرکولیشنمون روی شبکه‌های زمانی، کارش اینه که بگه که مردم، شما این دایرکتد پرکولیشن به عنوان گذار فاز خاص و مدت هاست که داری راجبش حرف میزنی، یعنی یک مدل ریاضی ساده است که سالیان ساله که راجبش حرف و بحث بود که آیا این توی طبیعت دیده میشه یا نه. و همین چند سال پیش مثلا با یک آزمایش های خیلی حساب شده این مردم نشون دادن که واقعا این پدیده توی طبیعت رخ میده، فقط یه مدل انتزاعی نیست، و مثلا اینم نتایج. برای همین برای فیزیک دونا خیلی مهمه که اینها رو بفهمن. چرا؟ چون یک مفهوم وجود داره توی پدیده‌های بحرانی به اسم یونیورسالیتی کلاس، کلاس های عمومی. این یعنی که اگر شما به این پدیده‌های بحرانی نگاه کنید، میتونید طبقه بندیشون کنید و توی هر کلاسی یه چند تا از اینها رو بذارید. مثلا بگید توی گذار فاز مثلا جامد به مایع اینها هم کلاسن. اون موقع هم کلاس بودن سبب میشه که ریاضیات توصیف کنندشون یکسان باشه دیگه. اون موقع نمیخواد که دونه دونه برید اینا رو بررسی کنه. همین که بتونیم نشون بدیم که هر پدیده بحرانی متعلق به کدوم کلاسه، این یک بخش زیادی به ما کمک میکنه توی درک بهتر اون مسئله. و خب خیلی وقت ما نمیتونیم مسئله ها رو به این راحتی حل کنیم. یک حق اینه که بگردیم، کلکش اینه که پیدا کنیم تو کدوم کلاس جهان شمولی هم، تو کدوم کلاس عمومی هم. وقتی پیدا کرده میگیم خب خیلی خوب، حالا بریم با جعبه ابزاری که اینجا توسعه دادیم بیاییم به این بر بریم. این خیلی چیز مهمیه. همون راه هاییه که مثلا فیزیک دونا از بازارهای مالی یه دفعه صحبت میکنن و یه دفعه روش های ریاضی رو میارن که مثلا واسه پیدای مغناطیسی. و ما هم توی این مقاله جدیدمون گفتیم که این مسئله دایرکتد پرکولیشن که یک
کلاس خاصی هست برای خودش و خیلی هم هیجان انگیز و سخته و کم توی طبیعت دیده شده. اتفاقا توی شبکه‌های زمانی که حالا خود این که تمپرال نتورک سی و اینا کار نداریم، مثل شبکه تماس تلفن، یعنی من با یه آدمی تماس میگیرم و این اینتراکشن توی یک زمان خاصی توی یک جایی از فضا موجوده، یعنی یک اینتراکشن زماندار وجود داره و بعد این اینتراکشن دیسیپیت میشه، از بین میره و باز میتونه تکرار بشه و این در نهایت یک شبکه‌ای از برهم کنش‌هایی می‌سازه که لینک‌ها به زمان وابستن. بعد نشون دادیم که تحت چه شرایطی توی این مدل شبکه‌های زمانی گذار فازی دیده میشه و پدیده‌های بحرانی دیده میشه که توی کلاس دایرکتد پرکولیشن. سرپرست اصلی این پروژه آرش بعدی مدیری بوده و آرش توی این کار کلی شبیه‌سازی هیجان انگیز کرده و ما به کمک هم تونستیم یک مقاله خیلی هیجان انگیز بنویسیم و الان روی آرکایو موجوده. خلاصه که من الان تقریبا میتونم بگم 2-3 تا کار عملی کردم روی این زمینه و به نسبت قد و قواره خودم مثلا یکمی توی پد بحرانی کار کرد. این داستان زندگی منه، واسه همین خیلی دوستش دارم مسیر رو، یعنی این سوال پدای بحرانی به نظرم هیجان انگیزترین چیزی بوده که تا حالا تو عمرم دیدم. شاید چند سال دیگه چیز بهتر پیدا کنم، ولی فعلا صدر جدول علاقه من پدای بحرانی. حالا اگر کسی دوست داشت، دکتر کرمی پور توی سنتی شریف درس گفتار، یعنی جزوهایشون هست که تایپ شده خیلی ترتمیز به فارسی هست، میتونید بخونید، سایتشون برید میتونید پیدا کنید. یک سری کورس خیلی خوب توی مؤسسه پریمیتر هست که میتونید دنبال کنید، فوق‌العاده است. و مقاله های مروری هست که مثلا راجع به با همین عنوان که Critical Phenomena on Complex Networks روی شبکه ها موجوده. و اگر همین کلم ها رو دنبال کنید، کتاب های جدید مکانیک آماری هم با این رهیافت نوشته شده. من قبلا کتاب های مختلف من معرفی کردم، برای همین برید تست کنید، شاید شما هم دوست داشتید. و امیدوارم هر کسی این ویدیو رو دید و علاقمند بود بیاد با هم صحبت کنید. خیلی سال پیش من توی IPM تهران یک کنفرانس شرکت کردم به اسم، نمیدونم دقیقش، ولی مربوط بود به کانفورمال فیلد تئوری، نظریه میدانهای همدیس. اونجا اولین جایی بود که من جدی من اونجا مثلا با آقای هنکل آشنا شدم و حالا مثلا مقاله نوشتیم که هنکل میتونه نگاه کنه و بگه او. ولی حالا اینا که به کنار، اون کنفرانس روزای اولش قسمت آموزشی داشت، یعنی من یادم دکتر صابری از دانشگاه تهران و دکتر مقیمی از شریف اومدن درس دادن که اصلا این CFT چی هست، به چه دردی میخوره، از کجا میاد. خیلی دوره جالبی بود. من حتی اون یاد داشتم هم فکر میکنم یه جایی دارم، اما خب متاسفانه هیچ موقع نفهمم که چرا IPM اینها رو رایگان منتشر نمیکنه و این فایل رو نگه میدارم برای خودشون. نمیدونم خمس و زکات اینا رو کی میخواد بده. اگر کسی میدونه و با بچه های IPM سر رو کله میزنه و بدونه که چجوری میشه این فایل رو ازشون گرفت جای آپلود کرد، اون 2-3 جلسه یا 4 جلسه هم خیلی ویدیوهای خوبی میشن، چون به نظرم خیلی فوق‌العاده و جمع و جور. با این وجود دنیا پر از مطالب خوب، اگر کسی بخواد پیدا کنه حتما میتونه. و توی ایران هم تعداد زیادی که حالا به نسبت نمیدونم زیاد، ولی آدم هایی هستن که میتونم به سوالای شما جواب بدم، گفتم مثل دکتر مقیمی یا خود دکتر کرمپور جزواش هست. حالا من امیدوارم که بتونم یه برنامه هایی هم داشته باشم توی این صفحه اینستاگراممون و با این آدم ها راجع به این مسئله ها حرف بزنیم. قصات رو برای ما بفرستید، اگر شما هم مسئله پژوهشی خاصی رو پیدا کردید بگید از کجا وارد این حوزه شدید، چیش براتون جالب بوده و این حرف رو. خوش باشید آقا.